شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل دانشگاه واترلو از اونتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی، برخلاف امیدواری‌ها و رایزنی‌ها برای یک توافق یا آتش‌بس، به نظر میاد که دامنه جنگ در غزه شدت بیشتری پیدا کرد. حمله اسرائیل به رفح، استقرار تانک‌های مصری در مرز و حملات متقابل حزب الله لبنان و اسرائیل. درود بر شما خانم خیرکار گرامی و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. بله، تشدید تنش در منطقه نشان دهنده اراده قاطع شورای در واقع نظامی اداره کننده جنگ، یعنی کابینه جنگی آقای نتانیاهو داره، بر اینکه این چهار گردانی که ادعا میشه از حماس در رفح خودشون رو در میان این 1.5 میلیون نفر غیر نظامی به نوعی استتار کردند، کارشون ساخته بشه. وقتی که ما به سفر آقای بلینکن نگاه میکنیم در هفته گذشته و بی‌نتیجه بودنش، من دارم کم کم به این نتیجه میرسم که اسرائیلی ها اگر هم خواهان وقفه انسان دوستانه‌ای بودند، صرفاً به خاطر این نبود که امیدی داشتن که لزوماً گروگان ها آزاد بشن، بلکه امیدشون به خاطر این بود که بتونن خودشون رو سازماندهی بکنن برای اینکه به رفح حمله بکنن. آقای خلدی، با توجه به اینکه بایدن رفتار اسرائیل رو در جنگ بیش از حد خونده، فکر می‌کنین که واکنش این کشور ایالات متحده به حمله اسرائیل به رفح چه خواهد بود؟ آیا قادر نقش بازدارندگی ایجاد کنه و یا اینکه جلوی فاجعه انسانی رو بگیره، یا اینکه اصلا اراده‌ای داره در این رابطه؟ ببینید، خیلی خوشبختم که این پرسش رو این گونه مطرح کردید. اراده دو گونه هست. یکی اراده سیستماتیک هست که از طریق نهادها صورت میگیره و میتونست خودش رو در شکل تصویب اون کمک حداقل بین 14 تا 18 میلیارد دلاری به اسرائیل خودش رو نشون بده که حتی اکثریت جمهوری خواهان نتونستن این کار رو بکنن. یکی اراده سیاسی هست که آقای بایدن باید نشون بده که به خاطر اختلافاتی که در حزب دموکرات وجود داره تحت فشار هست و لزوماً نمیتونه از جهتی خیلی فشار بیاره و از جهتی هم نمیتونه، در واقع دستش بسته است برای اینکه در واقع سناتورهای دیگرش مخالفت خواهند کرد. به نظر من آقای نتانیاهو با توجه به عدم محبوبیتی که در اسرائیل داره از این فرصت، یعنی به قول انگلیسی زبون ها این در واقع اردک چوبی شدن آقای بایدن و فلج شدنش به خاطر وضعیت سیاسی ایالات متحده، بیشترین استفاده رو در واقع بکنه برای اینکه ظرف دو هفته آینده، حالا به تعبیر خودشون، کلک این چهار تا گردان رو بکنن در رفح. ولی به نظر من این ممکن هست به در واقع وخامت بیشتر بین روابط میان اسرائیل و مصر بیانجام از یک سو، و از طرف دیگه اسرائیل رو به شدت به اون مرحله‌ای که حکم بدوی دیوان دادگستری بین المللی به اسرائیل هشدار داده بود، یعنی وضعیت احتمال ارتکاب جنایت جنگی علیه این 1.5 میلیون نفر که این چهار تا گردان که میتونن چیزی حدود بین 20 تا 30 هزار نفر آدم مسلح باشند و این 1.5 میلیون نفر در این تبادل آتش گیر بکنن بین نیروهای اسرائیلی و نیروهای حماس، در واقع منجر به جنایت‌های جنگی ناخواسته بشه. آقای خلدی، فرصت کوتاهی داریم. خواستم در مورد حزب الله لبنان هم از شما سوال کنم. اصولا هدف حزب الله لبنان از این حملات چه هستش؟ ببینید، هدف حزب الله لبنان در واقع فقط این هستش که به یکی داره یک کاری میکنه، و به نظر من تاثیر کاری که حزب الله لبنان میکنه خیلی حتی کمتر از مقاومتیه که حماس داره میکنه. برای اینکه ما الان داریم میشنویم که یه سری از نیروهای حماس در همون شمال غزه هم که مثلا پاکسازی شده بود دوباره دارن سر در میارن و به نیروهای اسرائیلی حمله میکنن. بنابراین به نظر نمیرسه که حزب الله لبنان داره کاری بیشتر از اینکه محض خالی
نبودن عریضه باشه اقدام میکنه و اسرائیلی ها این موضوع رو خیلی خوب میدونن. به نظر من حزب الله لبنان به شدت به وسیله اسرائیل کوبیده خواهد شد به محض اینکه این عملیات رفح به پایان برسه و حزب الله داره خودش رو برای اون عملیات کوبیده شدن به وسیله اسرائیل حاضر میکنه. بله خیلی ممنون از شما شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل دانشگاه واترلو از اونتاریو.